قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم على صلاتهم بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام و بارک على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعین. ابو نواس که اسم کاملش حسن ابن هانیه، شاید بشناسیدش. اون توی آغاز زندگیش، تو دوران جاهلیت جوانیش، دچار فسق و فجور و گناه و انحراف و مشروب خوری بود. اشعاری میگفت که حتی گفتنش مناسب نیست اینجا، اما پاک و منزه اونی که قلب ها به دستشه. قلب ابو نواس یه تکون خورد، از این رو به اون رو شد، توبه کرد. مردم تعجب کرده بودن، میگفتن مگه ممکنه که ابو نواس با اون همه گناه های بزرگش توبه کنه؟ مثل این که برای اونا سخت بود، عجیب بود که خداوند اون رو ببخشه. برای اونا عجیب بود که خداوند اون رو مورد رحمتش قرار بده. ابو نواس ابیات عجیبی سروده بعد از اینکه توبه کرد، که انگار در جواب اون مردم بوده و اون رو در زیر رخت خوابش پیدا کردن، رخت خوابی که بر اون وفات کرده. میدونید چی سروده بود؟ بذارید شعرش رو واسهتون بخونم، شعرش رو آوردم با خودم. ابو نواس میگه خدایا گرچه گناهان من بسیار شده است، اما من دانستم که گذشت تو بزرگتر است. اگر این طور باشد که فقط نیکوکاران به تو امیدوار باشند، پس گناهکاران به چه کسی امید داشته باشند؟ خدایا همانطور که خودت گفته ای تو را فرا میخوانم، همانطور که خودت گفته ای تو را فرا میخوانم که اگر تو دستم را رد کنی دیگر چه کسی بندگان را رحمت کند. آره، ما همچنان در دریای خشوع، در نماز و لذت اون در حال غواصی هستیم. اون لذت شیرین که ما در اعماق اون در حال شنا هستیم و امروز میخوایم به یک عمق دیگر از اعماق لذت نماز بریم و در اون عمق شنا کنیم. اول از حضور قلب شروع کردیم که انسان باید در نماز ابتدا حواسش پرت نشه، و سپس به اون فهم رو اضافه کردیم، یعنی این که بدونیم در نماز چی میگیم. چون بعضی از مردم هستند، همچون که در جلسه قبل گفتیم، که حواسشون توی نماز جمعه اما نمیدونند که دارن چی میگن. نه، بلکه هم باید حواس آدم به نماز جمع باشه و هم بدونه که چی داره میگه. امروز میخوایم وارد یک حس دیگه بشیم، یه حس سوم. این حس یک مقدار واقعا از اون دو حس قبلی عمیق‌تره و اون حس رو باید به عبادتمون اضافه کنیم تا طعم لذیذتری از نمازمون بچشیم، و باید اون احساس رو به نمازمون وارد کنیم. خیلی از مردم نماز میخونن اما اصلا هیچ دو احساسی ندارن. مثلا ممکنه قلبشون حاضر باشه، بدونن که چی دارن میگن، چه کارهایی انجام میدن، اما در حال نماز احساس خاصی ندارن. در حالی که اگر همین شخص با یکی از دوستای خیلی صمیمیش ملاقات کنه، خیلی خوشحال میشه، اصلا یک احساس خوشحالی کاملا مشخصی بهش دست میده. حتی در هنگام جدا شدن از اون دوست صمیمیش خیلی ناراحت میشه، غمگین میشه. و اگر دوستش
و اگر دوستش ازش جدا بشه دلش برای اون دوستش تنگ میشه. خب این یک اتفاق کاملا عادیه. یک نفر وقتی به یک نفر که خیلی دوستش داره میرسه دلش خوشحال میشه، وقتی دور میشه و اون را نمیبینه دلش واسش تنگ میشه. اما اگر تو نمازش باشه و داره خداوند متعال رو ملاقات میکنه، هیچ احساسی بهش دست نمیده. نماز میخونه، حواسش هم در نماز جمعه، اما هیچ احساسی نداره. یه نماز سرد و بدون احساس، فقط یه سری حرکات و کلمات خاص به زبان میاره و انجام میده. برای همین هم هست که وقتی گاهی اوقات نمازشون تموم میشه اصلا احساس نمی کنن که چیزی در زندگیشون تغییر کرده. نه، این اولین چیزیه که باید در این قسمت یاد بگیری و اونو تغییر بدیم. الان با هم وارد یک عمق جدید از اعماق لذت در نماز میشیم. تو الان این بعد جدید رو به نمازت اضافه خواهی کرد. اون چیه؟ اون بعد جدید چیه؟ اون احساس سومه، احساس امید. احساس امید یعنی اون که به رحمت خداوند متعال امید داشته باشی و توی نمازت اون احساس امید رو حس کنی. باید این احساس امید رو توی نمازت حس کنی. خداوندا، من پیش تو اومدم و به تو امید دارم که من رو از رحمت خودت بهره مند کنی و امید دارم که من رو دوست داشته باشی و امید دارم که من رو ببخشی و امید دارم که من رو مورد رحمت بیکران خودت قرار بدی و به بهشت وارد کنی و گمان در مورد خدا این باشه که تو اونها رو، اون دعاهات رو قبول میکنه و تو رو راضی میکنه. حس کن که اون تو رو به خودش نزدیک خواهد کرد و تو رو بین بنده هاش بالا میبره. به این میگن حس امید. این نمازگزار که این حس رو توی نمازش داره، مقامش پیش خداوند خیلی بالاتر از کسیه که فقط قلبش حاضره و فهم معنی نماز رو میدونه و فهم نماز رو داره، یعنی میدونه که توی نماز چی میگه، همون دو عمق قبلی که در جلسه قبل گفتیم. چون این شخص سوم این احساس رو به عبادتش داده، احساس امید به خدا، احساس امید به خدا، و داره در نتیجه این احساس از نمازش لذت بیشتر میبره. به شما نگفته بودم که قراره به یک عمق دیگر از اعماق خشوع وارد بشیم؟ خب چطور انسان به این لذت میرسه، به اون لذت خشوع؟ این امید رو چطور حس میکنه؟ جوابش اینه: وقتی این احساس رو پیدا خواهی کرد، وقتی این احساس رو پیدا خواهی کرد که خدا رو بشناسی، هرچی الله خداوند رو بیشتر بشناسی، امیدت در نماز بیشتر خواهد شد. ببینید خواهر من، برادر من، هرگز هیچ کس رو پیدا نخواهی کرد که بیشتر از الله بهش امید داشته باشیم بهش. الله حتی از مادرت که شب و روز برات زحمت میکشه بیشتر بهش امید میره. فقط کافیه که هر چیزی رو که دوست داری در موردش گمان کنی، هر چیزی رو که دوست داری در مورد خداوند میتونی گمان کنی. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که بنده دوست داشته باشه، هر چیزی، اگر گمان کنه که خداوند اون رو مورد رحمتش قرار میده، خداوند اون رو مورد رحمتش قرار میده. اگر گمان کنی که خداوند تو رو از آتش جهنم نجات میده، از آتش جهنم نجات میده، خداوند تو رو از آتش جهنم نجات میده. اگر گمان کنی که خداوند تو رو وارد فردوس برین میکنه، همون طور هست که گمان میکنی. مطمئن باش که خداوند تو رو وارد فردوس برین میکنه. اصلا سخت نیست. قضیه ساده تر از اونی که داری تصورش رو میکنی. این حرف من نیستا، سخنیه که خداوند متعال میگه. بشنو که خداوند متعال در حدیث قدسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون رو گفته از زبان خدا،
چی میگه؟ خداوند متعال فرمودند من همون جایی هستم که گمان بنده ام هست. من همون جایی هستم که گمان بنده ام هست. پس بنده ام هر گمانی که داره در مورد من داشته باشه. صحبت خود خداونده. حالا اگر با این احساس وارد نماز بشی حتما نماز تغییر خواهد کرد. ابن قیم رحمت الله علیه میگه که خداوند متعال با بندهش کینه ای نداره. هیچ کینه ای با بندهش نداره که با انتقام گرفتن از اون آروم بگیره. ابن قیم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که خداوند با تو هیچ تسویه حسابی نداره که بخواد ازت انتقام بگیره. بعدش ابن قیم اضافه میکنه و این انتقام گرفتن حتی یک ذره، حتی یک ذره، هر نوع اگر انتقام گرفتنی باشه، هر نوع انتقام گرفتنی که باشه، حتی یک ذره هم به ملک اون به ملک خداوند اضافه نمی‌کنه. و اگر همه اهل زمین رو ببخشه، یک ذره از ملک اون کم نخواهد شد. چطور ممکنه در حالی که رحمت خداوند از خشمش پیشی گرفته، در حالی که رحمت خداوند از خشمش پیشی گرفته اون رحمتش رو بر خودش واجب قرار داده؟ خداوند متعال، خود خداوند متعال می‌فرماید و کتب ربکم علی نفسه الرحمه در سوره انعام، پروردگار شما رحمت رو بر خودش واجب کرده. خدا با خدایی با چنین صفاتی چطور میتونه بهش امید نباشه؟ چطور میتونه بهش امید نره؟ اصلا چنین چیزی منطقیه؟ یک خداوندی که اگر همه رو رحمت کنه هیچی از ملکش کم نمیشه و رحمت رو بر خودش واجب قرار داده، چطوره که ما سالهاست داریم خداوند رو در نمازمون ملاقات میکنیم و این رو احساس نکردیم، در حالی که خداوند متعال دوست داره که من و تو بهش امیدوار باشیم؟ بشنو که خداوند متعال چطور میگه. خداوند متعال میفرمایند والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ويريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. در سوره نساء الله میخواهد که بر شما توبه پذیرد و کسانی که در پی شهوت ها هستند میخواهند که شما به انحراف بزرگ کشانده شوید. الله میخواهد که بر شما تخفیف کند و انسان ضعیف آفریده شده است. امتحان کن، امتحان کن که امید داشته باشی، امید داشته باشی که تو رو مورد رحمتش قرار میده و آمرزشت میکنه، امید داشته باشی که مقامت رو بالا میبره. سعی کن که این احساس رو آزمایش کنی. امید داشته باش که اون تو رو از اهل بهشت قرار خواهد داد، بلکه حتی بالاتر گمان کن که اون تو رو ساکن فردوس اعلی خواهد کرد و اونجا همسایه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشی، چون خداوند اون رو به تو خواهد داد. اون خودش این رو گفته. خداوند متعال می‌فرماید و قال ربكم ادعوني استجب لكم، پروردگار شما فرموده است من را بخوانید تا شما را استجابت کنم. تازه قضیه فقط یک احتمال نیست که مثلا بگی شاید خدا دعای من را اجابت کنه. نه، مطمئن باش که خدا دعای تو را اجابت میکنه، یقین کامل. اصلا اونجوری دعاش کن، اونجوری دعاش کن که بیشترین چیزها و بیشترین خواسته هات رو از اون بخوای و اون این خواسته ها رو به تو میده، اما به یک شرط، به یک شرط، اون که امید داشته باشی، امید داشته باشی نه آرزو. حالا فرق بین امید و آرزو چیه؟ فرق کاملشون رو بعد از این میام برام بهتون میگم.